اما الان قدرت و خشم ما اونو تو خاک دفن میکنه. امشب به دستور من تو بازار هانلی جلسه میذاریم. به همه خانهای قبایل میگم که دیگه وقت جنگ رسیده. برای همشون یه ماموریتی دارم. آرتوک خان. بله خان. نه فقط آلپامون. هر کسی برامون مونده باید آماده یه جنگ بشه. تو قبیله از جوون تا پیر گرفته. همه اگه لازم شد باید به سهمشون به وظیفشون عمل کنن. شما هم مسئول اون هستی. به روی چشم خان. بالاخره وقت شد اون قلعه رو نابود کنیم خان. آلپامون مثل که رسبای جوان خیلی بیقراره. برای جنگ و فتح کردن و شهید شدن آمادن ماشالله. ایوالله. اول همه دروازه های قلعه رو میبندیم. آلپامون دروازه ها و جاده نیکا رو بند میارن. دمرو تو با آلپات برو سمت شرق دروازه. عبدالرحمن تو هم با آلپات جاده نیکا رو بند می‌کنی. گونکوت تو هم با آلپات برو به سمت غرب دروازه. دقیقاً همونجا کمین کنید. نذارید کسی از داخل قلعه با کسی از بیرون دیوارا هم کلام بشه. بروی چشم. سامسا و بقیه آلپایی که مجازات کردم حالا دیگه. وقت مجازاتشون تموم شد. خان، خان، گندوزو که دوست دیدن، برادر سمسا خیلی دنبالش گشت. اون خودشو مقصر میدونه. بامسی، برای یه قبیله چافدار پیغام بفرست. به آسلیهان خاتون و ترگوت و بهادر خان بگو برای جلسه امشب حاضر باشن. نباید چشم ازش برداریم. نباید بذاریم از این موضوع به نفع خودش استفاده کنه. بروی چشم خواه. برای یارسم پیغام بفرست. فردا به عنوان فرمانده ی آلپا میری به دیدنش. طبق رسمی که قبل جنگ داریم ازش بخواه قلعه رو تسلیم کنه. امر شما بروی چشم اطاعت میشه. این نامرم سریع برسونید دست سلطانمون آرتوک خان. بهش گفتم قبل اینکه لشکر امپراتور برسه قلعه کاراجاهیسا رو فتح میکنیم. لشکر مغولا تو مرزای ما جمع میشن. اگه ما بخوایم سلطان برامون نیروی کمکی بفرسته لشکرش رو ضعیف میکنیم و دولتمون رو به خطر میندازیم. ماشاءالله با قدرت و توانایی که داریم تنهایی قلعه رو فتح میکنیم. انشالله خان. انشالله پیروزیمون مبارک باشه خان. انشالله خان. اسبتون چابک و شمشیرتون بران باشه. انشالله قلعه رو فتح کن. پیروزیتون مبارک باشه. تبریک میگم. مبارک باشه. چطور یکی تونسته؟ یه نفر خودش تنها وارد قلعه بشه؟ چطور میتونه؟ یه بچه‌ای که دستتون امانت دادم و از اتاق مخفی که نگهبان و قفل داشت ببره؟ چطور؟ بلنشی؟ Oh.
میان اشتباهات این فرمانده های عوضی و بیلیاقت ها. سربازای شجاع و فداکارا با جونشون دادن. نتونستین جلوی یه نفر یعنی ارتغرل رو بگیرین. از دستورام اطاعت نکردین. اقدامات محافظتی که لازم بود و انجام ندادیم و حالا به خاطر شما مجبور شدیم پشت این دیوارا عقب نشینی کنیم. برای دفاع از سرزمینمون چاره ای نداریم جز این که تو این قلعه مخفی بشیم. خوب گوش کنین، جنگ با ترکا در اصل امروز شروع شده. دروازه های این قلعه بسته شدن و دیگه هیچ وقت باز نمیشن. تا وقتی نیروی کمکی امپراتور برسه تا آخرین نفستون تو این قلعه میجنگی. حتی اگه یه نفر مونده باشه تا آخرین نفسش باید بجنگی. تسلیم شدن نداری. با افتخار میمیری. اطاعت میشه برو. اطاعت میشه قربان. تیتان با من بیا. پس تیتان تویی. دلت برام تنگ شد برادر. منم دلم برات تنگ شد. من چشم دشمنمونو کور کردم. خب گندوز جان، بگو ببینم چی کار کردی؟ پدرم گفت به نقطه ضعف دشمن ضربه بزن. منم درست زدم تو چشم دشمنم، مثل قهرمان باساد که به جونه بر تبگوز خنجر زد. گفتی چی کار کردی پسرم؟ داریوش شمشیرم رو گرفت مادر. منم یه سنگو تو دستم قایم کردم. وقتی وارد قلعه شدم سنگو زدم تو چشم آرس. ای ماشالله شیر پسر من. مادر جون چی به بچه میگی؟ کاری که گفته رو کرده. آفرین. زدمش مادر بزرگ. چی فکر کردی؟ پسر ارتغرل خان گندوزم. فرمانده آلپان. پسر فرمانده. پدرت خان خان است. ماشالله. ماشالله به گندوز من. ببین چقدر قویه شجاعه. من از شجاعتم دست نکشیدم. با اینکه شمشیرمو گرفته بودم. وای حتما خیلی ترسیدن. معلومه که میدونستن چقدر خوب شمشیر میزنی. ماشالله پسرم. ماشالله خدا رو شکر. خدا رو شکر گندوزم. مادر قربونت بره. ارتغرل بیشتر میخواد دروازه های قلعه رو ببنده و جاده ی نیکا رو بند بیاره. اون میخواد با بستن همه ی خروجی های قلعه ما رو اینجا حبس کنه و تو تله بندازه. سلطان علایالدین ممکنه یه لشکر بفرسته قربان. فکر نمی کنم. وقتی مغولا مرز شرقی سلجوقیان رو تهدید میکنن ارتغرل از سلطان درخواست لشکر نمی کنه. اون میخواد قلعه رو با همه ی امکاناتی که الان داره تصاحب کنه. چون اونقدر هم قوی نیست. ما
ممکنه شکست بخوره. بهادر خان خشم زیادی نسبت به ارطغرل خان داره. اون ناامید و احمق و مغروره و برای انتقام از ارطغرل حاضر هر کاری بکنه. اگه ازش استفاده نکنیم یه فرصت عالی رو از دست میدیم، اگه نه تیتان. همینطوره. من میرم باش حرف بزنم، اما وقتی ترک ها جلوی دروازه ها کمین کردن چطوری برم بیرون؟ اینجا گذرگاه مخفی به بیرون قلعه است که تو رو به جنگل های شمالی میرسونه. حتی میشه سوار بر اسب از این مسیر بری. ارطغرل فکر میکنه ما رو اینجا حبس کرده. ما هم وقتی انتظارشو نداره یه حمله غافلگیرانه به اون رو آتش میکنیم. سامسا و بقیه آلپا را آوردم. بگو بیان تو بانسی. یه مرد کاری به جز انجام وظیفش نداره. اگه وظیفش رو با تمام وجود انجام نده، هم خودش و هم قبیلش رو تو دردسر میندازه. میخواستم که اینو متوجه بشی، اینو درکش کن. حق دارین خان، ما از قبیله خودمون چشم برداشتیم. وقتی تو دردسر افتادیم به مهم بودن وظیفمون پی بردیم خان. در هر شری خیری هست سامسا. انشاءالله این شر چشماتونو باز کنه تا خطرات اطرافمونو ببینیم. حالا بامسی شمشیراتونو بهتون پس میدم. یعنی خان ما رو بخشیدین؟ پیوندهای بین ما از طریق عروسی ها و جنگ ها تقویت شده. داریم برای جنگ با قلعه کاراجاهیسار آمده میشیم. تصمیم گرفتم مجازاتتون رو تموم کنم، ببخشمتون. خدا ازتون راضی باشه خان. خدا ازتون راضی باشه خان. آلپ بودن فقط به قوی بودن نیست. آلپ کسیه که عقلش مثل شمشیرش برن و مثل موچ دستش قوی باشه. گوشش صدای بادو بشنوه، چشمش پرندهی در حال پروازو ببینه. اگه دوباره شکست بخوریم، مردونگی و شمشیر داشتن بر ما حرام خان. ایوالا شیر مرد. خدا سایتون رو از سر ما کم نکنه. خب دیگه بریم. اومدی تورگوت. خوش باشی آسلیو. تورگوت دیگه باید استراحت کنی، از دیروز تا حالا پلک رو هم نذاشتی.
همش فکرم پیش ارطغرل خان و گندوزه. این که باهاشون نیستم قلبمو به درد میاره. تا خبر خوبی ازشون نیاد نمیتونم بخوابم از ریان. اجازه هست؟ بیا. یه پیغام رسان از قبیله کایی اومده فرمانده تو بود. سری بیارش تو. باز کنی. انشالله که خیره. انشالله. از ارطغرل خان پیام آوردم فرمانده. خان گندوز و صحیح و سالم از چنگ آرس نجات داد. خدا رو شکر. خدا رو شکر که زنده. خدایا شکرت. خان امشب تو بازار هانلی با خانهای اوز جلسه گذاشتن. شما و بهادر خانم دعوتی. ای والله دلاور. حالا برگرد و سلام منو به ارطغرل خان برسون. امشب به همراه بهادر خان تو بازار هانلی میبینیمش. اطاعت فرمانده درگاد. خدا رو شکر. مهم نیست آرس چقدر تله میذاره. همه اون تله هاش به باد رفتن. اما این دفعه هیچی نمیتونه نجاتش بده. انشالله. ترگوت، به نظر چرا ارطغرل خان بهادر خان رو دعوت کرده؟ وقتی من با آلپای قبیله چاودار به جنگ میرم ارطغرل خان میخواد مطمئن شه بهادر خان از نبودم سوء استفاده نکنه. ارطغرل خان فکر همه چی رو کرده. خدا پشت و پناهش باشه. آمین. آمین. آگوز الان برو مطمئن ترین آلپات رو انتخاب کن. بهشون بگو مرتب تو قبیله نگهبانی بده. به بهادر خانم بگو بیاد اینجا. به روی چشم فرمانده ترگوت. امشب تو بازار هانلی با خانهای اوز درباره جنگ جلسه گذاشتم. وقتی ما درباره روش‌های جنگ بحث می‌کنیم، شما اینجا مقدماتش رو آماده کنید. به روی چشم بسرم. اگه لازم باشه همه خانوما رو جمع می‌کنیم و آمادش می‌کنیم. ما به اندازه کافی گوشت گوسفند داریم. در صورت نیاز به پارچه خانمای تو گلیم بافی رو بیشتر می‌کنیم. ای والا. آرتو کان شمشیرها رو ردیف می‌کنه. غذا نوشیدنی مرهم پارچه. مسئولیت این طور چیزها با شماست. شمشیراتونم دستتون نگه دارین. بعد اینکه ما رفتیم محافظت از قبیله به عهده شماست. انشالله پسرم. اصلا نگران نباش. انشالله خان. اجازه هست خان؟ بیا تو گندوز. از این به بعد من چشم و گوشم رو باز نگه میدارم. میخوام به منم وظیفه ای بدی. خوبه که چشم و گوشتو باز نگه میداری. اما اول باید مراقب دهانت باشی شیر پسر. مخصوصا وقتی که راز مهمی باشه. میگن اگه نتونی راز رو نگه داری اون وقت اون راز همه جا دهن به دهن میچرخه. یه آل هر چیزی که میشنوه رو هر جایی نمیگه. فهمیدی پسرم؟ بعد از این که ما رفتیم تو مرد قبیلمون و خیممون هستی. تا وقتی از جنگ برمیگردی آرامش خیمه و قبیلمون به عهده توه گندوز. بروی چشم خان. پدر ماریا خیلی به من کمک کرد. اون آدم خوبیه. موندم که الان داره چی کار میکنه. اونو نجات میدی مگه نه؟ تو نگران نباش پسرم. نجاتش میدم. <تص->
اینو بخورین، خیلی سریع زخمتون رو درمان میکنه. اونو ولش کن و برو بیرون. چطوری ماریا؟ خوبم. یکم زخمم درد میکرد اما دارو دردم رو کم کرد. چه اتفاقی افتاد؟ با چه جرأتی زدنت؟ معذرت میخوام قربان، نتونستم از امانتی که به هم دادی محافظت کنم. هرچی تلاش کردم نتونستم جلوی بردن بچه رو بگیرم. بهشون گفتم جونم رو بگیرین اما فقط زخمیم کردن، هیچ رحمی نشون ندادن. ای کاش میمردم و نمیذاشتم که اون بچه رو با خودشون ببرن. ماریای وفادار، ماریای وفادار و قهرمان. به خودت فشار نیار. اما نمیتونم هیچ کمکی بکنم، شاید به قیمت یه پیروزی بزرگ برات تموم میشد. پیروزی من که کاملا حتمیه ماریا، فقط زمانشو نمیدونم. حالا اینو بگیر و بخور. بخور دردت آروم شو و سر پاشو. وقتی جنگو پیروز شدم، من و تو با هم دیگه ارتغرل و ترکا رو زیر پامون له میکنیم. سلام علیکم. علیک السلام. علیک السلام. خوش اومدین بهادر خان. خوش باشید، خوش باشید. چرا میخواستید که منو ببینین؟ بشینی. خیر باشه انشالله. خیره بهادر خان. بفرمایید بشینی. بگید دیگه، خیلی کنجکاو شدم. خدا رو شکر ارتوگرل خان گندوزو صحیح و سالم از قلعه بیرون آورد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. اما هیچی دیگه مثل قبل نمیشه. دیگه وقت جنگ رسیده بهادر خان. ارتوگرل خان تصمیم درستی گرفته. این مدل خیانت را باید به سختی تلافی کرد. برای همین هم شما رو صدا کردیم بهادر خان. برای چی؟ ارتوگرل خان امشب تو بازار هانلی درباره جنگ با خانهای اوز جلسه گذاشتن. جنگ سختی پیش رو داریم بهادر خان. ارتوگرل خان میخواد شما رو هم تو جلسه جنگ ببینه. آرس ضربه یه ضعیفی وارد کرد و تاوانشو باید پس بده. برای همچین جنگی این وظیفه ماست که برای دولتمون و ارتوگرل خان ایستادگی کنیم. برای همین
با افتخار دعوت ارطغرل خانو برای حضور تو جلسه جنگ قبول میکنم. ایوالا بهادر خان، ایوالا. بامسی بس دیگه، اینقدر با نگرانی خودتو تو آینه نگاه نکن. چطور بس کنم؟ چطور بس کنم؟ صورتمو نگاه کن، حتی فرشته هم ازم رو برمیگردونن و فرار میکنن. بیا بیا بامسی، یه چیزی بخور حال جا بیاد. من نمیتونم افسه، اصلا اشتعال ندارم. اومدم خونه، تنها چیزی که خوردم یک کاسه ماست و ستی که نون بود، نه چیز دیگه. افسه، افسه، یه چیزی میخوام ازت بپرسم. تو ریختم که اینجوریه، ازم بدت که نمیاد نه؟ بامسی، این دیگه چه حرفیه؟ برعکس خیلی هم بهت افتخار میکنم. شوهری دارم که برای وظیفش هر کاری میکنه. تو چقدر شیرین حرف میزنی. ماشاءالله به همسر خودم، ماشاءالله داری خاطر. حفظه خودمی، حفظه. میگم تو حالا برو برام غذا آماده کن، منم این ریش کافره رو کوتاه کنم بره، وگرنه اصلا خیالم راحت نیست. پاشو حفظه بجام. بسم الله الرحمن الرحیم. قربان، چیه کوسته؟ ارطغرل پیغام فرستاده. فردای پیغام رسون میفرست قلعه تا شما رو ببینی قربان. ارطغرل داره رسم و رسوم جنگ رو به جا میاره. یه پیغام رسون میفرسته تا قلعه رو تسلیمش کنه. میخوای سعی کنی باهاش سازش کنی؟ هرگز. اون با استفاده از همه قدرتش میخواد قلعه رو فتح کنه. منم با همه قدرتم میخوام جلوی اونو بگیرم. فرماندار آرس. نیکو، شما و شوالیه هاتون قدرت شکست دادن ترکا رو دارین، اما نگران به نظر میان. چیزی هست که بتونم کمک کنم؟ تنها قدرت وحشیانه برای شکست ترکا کافی نیست. تو که تاجری بهتر میدونی، موقع جنگ که میشه طلا لازم داری که شوالیه هاتو سیر و مسلح کنی. مطمئن نیستم به اندازه کافی مجهز باشه. شما روی شکست دادن ترکا تمرکز کنه، بقیهش خودش پیش میره. تنها امیدم زود شکست دادن ترکاست. نکو، تو فقط دعا کن، همین کافیه. همیشه براتون دعا میکنم فرماندار آرس. بهادر خان اومده. خان
پدر. آه پسرم، آه پسرم، چطوری؟ خوبی دیگه نه؟ زخمت چطوره؟ خوبم پدر، منو ببخش، اون عوضی رو نتونستم بکشم، کارو تموم نکردم پدر. نگران نباش پسرم، نگران نباش، کارو با هم دیگه تموم میکنیم انشاءالله. ارتغرل، امشب تو بازار هانلی جلسه جنگ گذاشته، قصد داره به قلعه کاراجاهیسار حمله کنه. به هر کدوم از خانای اوز یه وظیفه داده، منم دعوت کرده. چرا تو رو دعوت کرده پدر؟ تورگوت وقتی میخواد به جنگ بره نمیخواد منو تو قبیله تنها بذاره. منم نشون میدم که ازشون اطاعت میکنم. تو هم آماده باش که تا دستور دادم به قبیله حمله کنی. اگه دعوت ارتغرل واسه اینه که از قبیله دور نگهت داره، باور میکنه که ازش اطاعت میکنی؟ بهشون یه چیز مهمی نشون میدم که چاره جز اعتماد کردن به نداشته باشم. تو همه چیو بهتر میدونی پدر، این دفعه خودم کارشون رو تموم میکنم. هر کاری که لازمه میکنیم تا اونایی رو بکشیم که لازمه کشته بشن. ما از پسشون برمیاییم. ما برای گرفتن چیزی که حقمونه خیلی تاوان دادیم، خیلی صبر کردیم. امروز همون روزه. ارتغرل وقتی داره تو رویای پیروزی سر میکنه، میخوام اونو تیکه تیکه کنم. فراموش نکن این آخرین شانسمونه پسرم. اگه موفق نشیم، چاودارا هیچ وقت از کنترل ارتغرل بیرون نمیان. این آخرین باریه که برای خانوادمون جونمونو به خطر میدازیم. عجله کن، خدا به امرات، منتظر خبر ما. حاکم ما ارتغرل خان. خوش اومدید. خوش اومدید ارتغرل. خوش اومدید. خوش اومدید خان. خوش باشید. بفرمایید بشین. به 99 نام خداوند بخشنده و مهربان که دل ما رو پر از ایمان می. مجلسمون مبارک و با خیر باشه. آمین. ما فهمیدیم که به کفار حمله کردین و پسرتون رو صحیح و سالم نجات دادین. خدا رو شکر. بلا بهتون باشه. بلا بهتون باشه.
ممنونم خانم. وقت شون عوضیایی که جرأت این کار وحشتناکو داشتن و مجازات کنیم. به همین خاطر شما رو به این جلسه دعوت کردم. ایوالله بچه تون گندوز، بچه ما هم هست. هر کی جرأت کرده که اونو بدزده باید مجازات بشه. مسئله فقط به کاری که با پسرم کردن مربوط نمیشه. سلطانمون که به جنگ رفته بودن، اون عوضی بود که به من و آلپام حمله کرد. ای بی شرف، اون میخواست حاکمو بکشه. باید تقاصشو پس بده. اون با راهزنا برای آزار و اذیت مردم بازار هانلی نقشه کشید تا سرش از بدن جدا نکنی. قبیله هامون آرامش نخواهند داشت. فعلا دروازه های قلعه و جاده نیکارو با آلپامون میبندیم. هر کدوم از شما در طول محاصره و حمله به قلعه به وظیفتون عمل میکنید. هر کدوم از قبایل ترکمن باید در این پیروزی سهیم باشند. شمشیرای آلپاتون در هوا به صدا در، صدای سم اسباتون زمین رو میلرزون. ارطغرل خان، اگه اجازه بدید منم میخوام یه کاری انجام بدم. بگین بهادر خان. میدونید که من قلعه های زیادی و تحت فرمان سلطانمون فتح کردم. فتح قلعه فقط با محاصره و حمله کردن شدنی نیست. باید چه کاری انجام بدیم؟ باید منجنیقای بزرگ بسازیم ارطغرل خان. همونطور که امر کردین همه ی دروازهای قلعه رو بستیم و قفل کردیم قربان. تیر و کمانای فولادی آمادن و دیگهای روغن رو تو دیوارا گذاشتیم. وضعیت داخل قلعه چطوره کوستاس؟ خوبه قربان. کارای دست جمعی یا یه سری فعالیتای اطمینان بخش انجام بدین که مردم مشغول باشن. اطاعت میشه قربان. اما یه مشکلی داریم. چیه کوستاس؟ اگه محاصره مدت زیادی طول بکشه ممکنه از کمبود غذا رنج ببریم قربان. اصلا نگران نباش کوستاس، این جنگ زیاد طول نمی کشه. من با اولین حرکتم ترکا رو شکست میدم. بیا این صندوق چیه نیکو؟ فرماندار آرس، وقتی شما و شوالیه های شجاع با ترکا می جنگین اگه هیچ کاری نکنم آرام میاد. منم خواستم به روش خودم کمک کرده باشم. بفرمایین. یا صندوق طلا؟ بله قربان. از نیکا با خودم آوردم که مبادا لازم بشه. فکر کنم امروز همون روزیه که به درد میخوره قربان. امپراتوری شریف ما هیچ وقت این لطف بزرگ رو فراموش نمیکنه نیکو. به لطف این فداکاری تو ما زودتر ترکا رو شکست میدیم و از سرزمین آمون بیرون میکنیم. کوستاس، اینو به خزانه ببر. اطاعت میشه قربان. تیتان، تو هم میدونی که باید چی کار کنی. خدا نگهدارت باشه.
خدا امپراتورمون رو حفظ کنه. قربان، اگه اجازه بدین منم دنبال فرمانده کوستاس به خزانه برم. میخوام ببینم چقدر طلا داریم تا حساب کنم چقدر طول میکشه. حتما نیکو، از این به بعد میخوام تو مسئول طلاهای ما تو خزانه باشی.